تلویزیون سرود ایلا دیار هستم. بازم عید سعید قربانه برای عمه شما تبریک میگم. خدا کنه که روز عید خوش داشته باشین. دیشب برنامه ویژه داشتیم، براتون گفتم که سبا شما منتظر باشین هنرمندای محبوب کشور ما، هنرمندایی که علاقمندانشان بسیار زیاد هستن، امشب میمانه برنامه ما هستن و آهنگای جدید دارن، تحفه های عیدی دارن بر شما که حاجت به معرفی نیست. اگر ببینین شما خودتان میشناسین که کیها هستن. اول دپالی ما هستن احمد پرویز جان، عید شما مبارک، خوش آمدین. شما زنده باشین، عید شما مبارک، عید تمام دوستا و ناظرینایی که ما شما را میبینن همین لحظه، بر روزنام مبارک باش. امیدوار هستیم که همیشان سلامت و تندرست باشن و لحظات خوش داشته باشن. زنده باشین، خوش آمدین در برنامه و تشکر که دعوت ما را پذیرفتید. شما سلامت باشین، برای ما جای افتخار است، خوشحال هستم که از این دریچه مهمان خانه های وطندارای خود هستیم و فرصت مساعد شد که هم همراهشون یک احوالپرسی داشته باشیم، هم عید مبارکی داشته باشیم و هم یکی دو پارچه خدمتشان تقدیم بکنیم و امیدوار هستم که برای همگی خوشایند باشه. حتما. سلیمان جان سری، خوش آمدین شما. عید شما مبارک. عید شما مبارک باشه. از طریق تلویزیون جوانی سرود عید قربانه به تمام بیننده‌های عزیز تبریک و تهنیت عرض میکنم و امیدوار هستم که برنامه‌ای که در نظر گرفتیم و هنرمندان نازنینی که در جمع ما هستن برای شما پیش میکنن آهنگای خود برای شما خوشایند باشه، که من مطمئن هستم که خوش همه شما بین این روزهای خوش داشته باشین، در جمع باشین و حتما لذت میبرین. حتما بخیرم شب توفای زیاد دارین و میفهم خوش دیرید. رامین جان نوازنده ما امشب هستند، خوش آمدین شما همچنان. عید شما مبارک. عید شما مبارک. عید برای همه وطن دارم من تبریک میگم. عید خوب بخیر. خوش آمدین، تشکر. مصطفی جان همچنان نوازنده امشب ما هستند، نوازنده های جوان هستند، خوش آمدین شما. عید شما مبارک. عید شما مبارک و از همه هموطنان عزیز. تشکر، زنده باشین. متین جان عثمانی، خوش آمدین شما. تشکر، زنده باشین. عید شما مبارک. عید هموطنان نازنین مبارک در سراسر جهان، چی در کشورهای خارجی زندگی میکنند، کشورهای خارج هستند، چی در داخل افغانستان هستند، عید همه گیره برشان تبریک میگم. دیگه خداوند از برکت همی عید یک سال سرتاسری در وطن ما شما بیاره انشاءالله و انشاءالله که خوشی ها و سعادت در خانه هموطنان ما بیشتر و بیشتر شوند. الهی آمین. تا بتانیم همی مجلسه خدا یک وقت در وطن خود. بله حتما انشاءالله. کنشکا جان زلمی، یک هنرمند جوان بگویم، هنرمند جوان، یک استعداد جوان است که امشب تشریف آوردن. تشکر. تشکر. عیدتان مبارک. عیدتان استیدار جان. بسیار جان. دیگه ما هم از طریق تلویزیون سرود عید بر همه هموطنان تبریک میگم و امیدوار هستم یک عید خوش داشته باشین و دیگه تشکر از اینکه ما را دعوت کردین. تشکر از شما که آمدین در برنامه ناچیز ما، زحمت کشیدین همگی. تشکر. ریحان جان عثمانی، خوش آمدین شما. عیدتان مبارک. زنده باشین. ما هم به نوبه خود سلام بسیار گرم خدا تقدیم و همه بیننده عزیز میکنم و عید به همه یک تبریک عرض میکنم. تشکر. خب میبینیم که هنرمندای ما برای علاقمندان خود امشب چی چیزها دارن، چی گفتنی ها دارن، چی تحفه ها دارن، سوالایی داریم ازشان. نتبتا شروع میکنیم به اجازه امگی از آقای احمد پرویز. اول از ایش نه او خب نیست مگر چون وزیر دست چپ شما هستم یعنی فکر کنم نزدیک ششتیم باید خیلی از راست شما میکردم خیلی میشه که تغییر بتیم. خب قسم که پرویز هم پیشتر عرض کردن گفتن تشکر میکنیم از تلویزیون سرود که اونا همی موقعی را بر ما مساعد ساختن تا بتانیم چند لحظه با هموطنهای خود باشیم و همچنان از شوی شما، از شما، از ولیزاده پروڈکشن و از دوستایی که زحمت میکشن به این کار بسیار نیک که ما را جمع ساختن با هم یک جا ساختن تا بتانیم میمان خانه های
دوستا و هموطنان خود باشیم. وظیفه ما سمی تلویزیون سرود اخو اما گیمی فهمن که مربوط امش موز فقط از اونر است، اونرمند است، موسیقی است. تا که ما بتانیم می خواهیم که خدمت کنیم تا که اونر ما کم دگام پیشرفت کنه، پیشرفت خود کرده و به صورت خوبتر و بهتر پیشرفت کنه و همچنان که پیشتر قسمی که گفتم کنشکا جان یک استعداد نو است که ما بتانیم استعدادهایی که داریم اینا رو معرفی کنیم برای امگی هموطنان ما. خب بفرمایید شما، نه نوبت شما است. تشکری ده متین جان کدی جا هر کسی گپ میزنه کلگی با نمایندگی از این گروپ گپ میزنه اینا رو نمیشه کاله ما هم بشینیم از سر از کلگی تشکری کنیم چی فکر میکنم بخاطر که از جای وقت جلوگیری کرده باشیم میگیم تشکر از همه دوستایی که در این برنامه سهم گرفتن و از شما وازیست بدون شوخی که لطف کردین دعوت کردین. زنده باشین، تشکر. من باید تشکری کنم که شما را دعوت کردم و شما دعوت ما را پذیرفتین. من بسیار خوش هستم که در بین شما قرار دارم. اگر اورم اگر سلیمان جان نو وقت نمید ما دیگه اون وقت تر میرسیدیم. اینطور است که به تشکری افغانی هیچ وقت خلاصی ندارم. مثل خداحافظی و خداحافظی و تشکری تعارف کردن در فرهنگ ما شما هست و هیچ وقت خطر نداره تا که یک نفر همدم نگویه که دیگه بس از دیگه زیاد شد. نوبت دیگه هست. خب سلیمان جان امروز شما دیر کردین که نوخت رسیدین. چی کار داشتین؟ چی پلان داشتین؟ چی علت داشتین؟ چی میکردین؟ سر کدام کلیپ نو کار میکردین؟ سر کلیپ نو دارین؟ متین جان کار میکرد. یا روز ایده است. پلان خود متین جان خراب کرد. چون اصلا باید دیروز میامدیم. یک ساعت ناوخت کردم متین جان 24 ساعت ناوخت کرد. اینا را دیگه شما دیگه همی قضاوت بعد دست شما میمونه. تشکر که یادآوری کردید. پروموت آپشن برای کلیپ نوتان نام کم بگین دیگه. ما معرفی کنین کلیپ نوتان. گفتم اون وقت که شما برنامه تان پیش ببرید. الان بود اگر نه که دیشب میمونه. شما که فکر میکنم کم بود ما شاید اصلا احساس هم نشه. منتها اینا لطف کردن مهربانی کردن گفتن نه خیر ما گروپ را که ما در نظر گرفتیم برای شب نه امروز صبح در نظر میگیریم. به خاطر شما خوشبختانه که کلگی فضل خدا که وقت داشتن کل آدمای مصروف و خدا آدمای با استعداد کلگی شکر که نرم شو هستیم دیگه چیزا رو یاد نمیکنیم از برکت ویدیو شماست که کل ما وقت زنده باشه لطف کردید. تشکر. کدام ویدیو از سر کدام ویدیو کار میکنیم؟ من سر دو آهنگ کار میکنم میرا جان فعلا که یه آهنگام تقریبا پارسال خلاص شده بود مکمل شده بود منتها همون جزئیاتش بعض وقت آدم وادار میسازه که زحمت بیشتر بکشه و ورخطایی برای ریلیز آهنگ نداشته باشه. دیگه اون چیزهای جزئیاتش سرش کار میکردیم هر چی دیر آید درست آید گفته شما یا خوش آید دیگه از همون خاطر سر دو آهنگ مختلف کار میکنم فعلا. چی رنگ از آهنگ دوگانه است؟ من چند وقت پیش شنیده بودم که شما یک صدای دختر خانم کار دارین برای بله. کدام صدای نو باشه برای کدام آهنگ دوگانیتون؟ بله. یمیس؟ نه فعلا او آهنگ نیست بخاطر همون صدایی که ما میپالیم هنوز هم صدا رو نیافتیم متاسفانه. منتها فعلا آهنگ دختیراتی است که یکی از پارچه های نو است که تصنیف بسیار جالب داره، مقبول داره، کمپوزیشن فرش داره، تازه است که تصنیف از آهنگ از محترم یوسف صدیقی است و یکی از شعرهای بسیار خوب ما، تصنیف ساز خوب همچنان و همچنان کمپوزیش از ریان جان عثمانی است که ان شاء الله بخیر میشنوین بزودی. بله منتظر هستیم. خدا کنه که خوش شما به و همتون لذت ببرن از وانی. خب دختر خانم پیدا نکردین که امرایتان یک جایی بخانه یا چی رقم؟ والا در جستجویش هستیم مثل که پیشتر هم گفتم چی باید داشته باشه؟ چی؟ از چی نظر باید که با موهنگ شما مشخصات چی رقم باشه؟ شما چی رقم میخواین؟ چی داشته باشه؟ خب قسمه که دوستان مگه میخواهم میشه که کلاگی میبینن بعضی کمپوزیشن ها و بعض آهنگ هاست که یک صدای کار داره که یک رنگ متفاوت می باشه یعنی یک صدای کار می داشته باشیم که خب نگفتن اونه که بسیار آوازخوانای خوب داریم در بخش هنرمندای طبقه اوناس ما منتها ما گفتیم یک صدای نو اگر باشه مثل که در آهنگ تبسم یک دختر خانم هندی را اولین بار انتخاب کردیم که امرای ما فارسی بخونه و آهنگ بسیار هیت شد آهنگ دوستا خوش کردن بسیار آهنگ ما دیگه این بار هم میخوایم که یک چیز هم تو فرش یک چیز جالب نو ایجاد کنیم بخیر اگر امکانات شو باشه دیگه ببینیم انشاءالله خواهد زمین دختر خانم ما هنرمندا بله
کدامش هم میتونه که بگوین که اینی صدایش که تیمه میشینه یا من میتونم امرای ازمی یک آهنگ دوگانه اجرا کنم؟ امرای غزال جان عنایت خوب خیالم داشتیم میخوانم کنسرت داشتیم چندین کنسرت داشتیم دالمان بود، هالند بود، در دنمارک و در بلژیم یک کنسرت داشتیم و کنسرت آخر ما در لندن بود امرای هنرمندای دیگه که در اونجا بودن. آوازای ما تقریبا میخوانه منتا دیگر منتا؟ منتا یک آهنگ پیدا نشده که ما یک جای بخوانیم منتا انشالله بخیر داینده حتما. خب نام گفتم نیکرد کدام از غزال جان، غیر از غزال جان خب کلشان نام خدا موفق هستن منتا آوازایی که مچ کنه یا نزدیک باشه فکر میکنم غزال جان آوازش نزدیک از با ما در پالوش شبانه جان میریاد کارچای ما نزدیک است، ماهوای موسیقی ما نزدیک است، از او خاطر امکان است شخص بخیر امید است که اگه آهنگ دوگانه داشته باشین امروی شبانه جان میگه انشاءالله بخیر ببینه یا بشنوا بله اتمن تایی هم میکنم روی از دوستای بسیار خوب هستن و همچنان برای خانوادهش هم بسیار احترام داریم از لحاظ موسیقی از دیگه انشاءالله بخیر اتمن میشه بخیر. خب شما چی کدام آهنگ سر دست دارین و یا آهنگ جدیدتان که بود از پارسال قبل بود؟ بله آخرین آهنگ پارسال بود که از آلبوم غزل ما بود، از آلبوم دریای رویا. آهنگ بوسواران نام داشت و در شروع سال فکر میکنم مای فبروری ماش بود که آهنگ عرضه کردیم برای دوستان و بعد از او با تاسف که تا بال کدام کار دیگه تازه نتونستیم که پیشکش بکنیم به خاطر یک سلسله مشکلات از سر نبود امکانات اینا نتونستیم. از امو خاطر من همین فرصت غنیمت دانستم که امشب در برنامه باشم. حتی هم یک آهنگی که ایدی است و هم در ذهن ما است که آهنگ جدید داره؟ آهنگ کاملا نو است. دیگمی بهتر است که از امی رقم از امی طریق به تمام دوستا برشان پیشکش بکنیم که با آهنگ آشنا شون. آهنگ نو است، بازار وقت که بخیر امکانات بود باز حتما بخیر کلیپ و گپاشم تهیه میکنیم، تصویری میسازیمش. خب شما خب بسیار آهنگای زیاد دارین، یعنی اگه بگویم در امی بین هنرمندای ما که هستن تجربه کاری هنر شما زیادتر است از سابق نه؟ بله در افغانستان هم. به نظر شما چی تغییرات آمده در هنر و موسیقی از سابق تا باله؟ تغییرات منفی و مثبت شد در دو دهه آخر ولاد تغییرات بسیار زیاد است. اول مثبت چه بگوین باز منفی شد؟ مثبتش این است که روز به روز امکانات تکنولوژی و علم و سهولت هایی که در عرصه کامپیوتر است، در عرصه ثبت است، در عرصه آلات موسیقی است، در این عرصه ها بسیار زیاد سهولت است امروز. مثلا موسیقی یک ارکستر میتونه که دو نفر سه نفر ثبت بکنه، تهیه بکنه در از طریق برنامه های کامپیوتری و استودیوهای بسیار مدرن و آوازخوان مثلا میتونه که یک قسمت آهنگ ده بار بخونه. موسیقی قبلا آماده شده تیار است، هیچ ضرور نیست که او کم تغییر ده بگه تا که بالاخره مثلا یک باره که درست بود راضی بود باز میتونه کوره حفظ بکنه دیگه کاملا چیکنه. اما مثلا در گذشته های تر نبود، 10-15 نفر نوازنده با آوازخوان یک جا داخل میشدن، آهنگ سر تا آخر ادامه پیدا میکرد، اگه یک نفر هم اشتباه میکرد همه چیز استاپ میشد، دوباره از سر باید شروع میکردن. خلاصه از لحاظ تکنیکی و از لحاظ تکنولوژی فناوری بسیار زیاد تغییرات مثبت آمد، اما اونم قدر که در این عرصه باز سهولت پیدا شد و پیشرفت شد، اونم قدر در عرصه خود هنر کم بود پیدا شد. اونم قدر من نمیفهم، شاید مثلا از زمانی که همین کیبورد ها با بیت های پروگرام شده مثلا در بازار عرضه شدن تقریبا دو دهه میشه یا بیشتر از دو دهه، ما میبینیم که مثلا ما نوازنده مثلا نداریم بجز از کیبورد نواز، مثلا همه چیز داخل کیبورد است، دو نفر سه نفر مثلا در یک برنامه اشتراک میکنن و نه ما بیس گیتاریست داریم، نه درم نواز داریم، نه چی، فقط یک طبل نواز است، اما کیبورد بس. این کمبود است که ما داریم، این کمبود است که ما میبینیم مثلا که تغییرات منفی است. مثلا دو سه دهه پیشتر امکان نداشت که یک نفر با یک ارگان یا با یک طبله بره کدام برنامه را بگذرانه، چی محفل عروسی باشد، چی کنسرت باشد، چی شب نشینی باشد، حتی اقل یک چند نفر نوازنده در کنارش بود. و یک فرق بسیار بزرگ دیگه ای است که چون آوازخوانا بسیار وابسته بودن به نوازنده ها، چون یک نوازنده های خوب باید در کنارشان می بود که بتونن موسیقی درست اجرا بکنن،
پیشکش بکنن. اگر خواننده خوب نمی بود، آوازخوان بسیار خوب نمی بود، بسیار نمی خواند و محکم و تیار آماده نمی خواند، بسیاری کسا حاضر نمیشتن که چشم نوازن. حتی نوازنده او که چی که در تلویزیون نشر شد او را خوب بیخی بانین. حتی مثلا اگر 25 جای پرسان میکرد، شاید کسی حاضر نمیشد که همش بنوازه. این خودش برایش احساس پیدا میشد که حتما کدام گپ هست، ما باید زحمت بکشم، من آماده خواندن نیست. فکر میکنم اون تو خوب بوده، واضح است از لحاظ هنر بسیار گپ بالا بود. آره، کسایی که در امروز مثلا زیاد زحمت میکشن یا راستی هنرمند هستن، اونا هم یک ویدیو کلیپ جور میکنن، بسیار زحمت، و یکی دیگه که هیچ مثلا هیچ معلومات نداره، از امروز در صبح میگه که باش خواهم میبینه که من برم یک ویدیو جور کنم. هیچ هیچ ارگانی نیست. نه مثلا ما در گذشته در افغانستان زمانی که ما هنوز کودک بودیم، مثلا آهنگایی که ما در تلویزیون و رادیو مثلا ما میدیدیم و میشنیدیم، ما نمیفهمیدیم که آهنگ چه رقم بالاخره به گوش ما رسید و ما اینا در تلویزیون دیدیم. ما نمیفهمیدیم که این نوازنده‌ها چه رقم زحمت‌ها را کشیدن. باز کمیسیونی است که یک کمیسیون از شعر بررسی میکنه، میبینه که شعر درست تلفظ شده، درست خوانده شده. یک کمیسیون دیگه تنها موسیقی را بررسی میکنه، میبینه که همه آلات و موسیقی درست سر شده، کوک شدن، درست نواخته شده، یادم درست اجرا کرده. باز اگر همه گپا درست نبود، باز او آهنگ عرضه میشد. ولی حال همین لحظه ما شما میتونیم با نیمی کیبورد با ریحان جان یک آهنگ در ظرف نیم ساعت یک ساعت آماده کنیم، ثبت کنیم، کامرا مست جورش کنیم، بک تلویزیون روانش کنیم، شاید نشم شود. شما فرق ببینید، کسی نیست که ایره کنترل بکنه، کسی نیست بازرسی بکنه. اگر ما کدام خلا داشته باشیم، کدام نارسایی داشته باشیم، کسی نیست که ما را راهنمایی عطا بکنه. بگه جان برادر، هنوز برای تو وقت است، حداقل 6 ماه دیگه، یک سال دیگه تو نیاز داری که اینی کار بهتر بسازی، بعد از او بخیر باز بیاد. آره، این گپ نیست و او جوانا گناهشان نیست، اونا هیچ مرجعی نیست که اینا راهنمایی بکنه. مثلا استیج خود حرکات موزون داشته باشم، کارهای درست داشته باشم، انترتینمنت باشه. انترتینمنت چیز غلط نیست، منتها در پالش کم صدا باشه، کم ریاض باشه، کم سر باشه، لای باشه. اوتونی که مثلا ما شما صدا را الا کده، مهمترین چیزا را الا کده، ما در انترتینمنت بریم یک چهار تا بادپکر روشن کنیم، یک چهار تا لایت روشن کنیم، رقص باشه و بازی باشه از استیج، و این هموطنان ما میتونن کنترل کنن. این بعد هموطناس که کی میخوان سر و استیج نگاه داشته باشن و کی را میتونن که تازه برن. کسایی که مثلا از همین موضوعات مثلا یک عمر زحمت کشیدن و حرکات و رقص و این چیزا به نظر من اوقدر مهم نیست که اوقدر که زحمت یک هنرمند چی از لحاظ نواختن باشه، چی از لحاظ آوازخوانی باشه که مهم باید باشه برای هموطنان. که خواهش میکنم از هموطنان عزیز که کسایی که واقعا همو شایستگیش دارن، همو زحمت را کشیدن سالهای سال، همونا را بشنوین، گوش کنین، اونا را تقدیر کنین، ازشان تشویق کنین از کارشان، تا ای که یک چهار نفر که فقط یک انترتینمنت و یک بسیار مزد میخوایم از اوریان صحبت میکنم، صحبت هاییست که فکر میکنم در دل همه هنرمندا شاید باشه، اما اوقدر گفته نمیشه در تلویزیون. فقط یک شوی اکلاق در سر استیج است که او بدون هنر، بدون شعر، بدون سر، لای در سر استیج ها میباشه و هموطنان هم خدا چک چک میکنن که او باید نشه. به نظر من در جیران هم خدا سالها تغییر کرده، آدم باید بگه که تغییرات مثبت آمده در 6-7 سال اخیر. خوشبختانه که بسیار تغییرات مثبت آمده، اما از این کدام باید هموطنان ما گوششان قوی تر باشه و شکل باشه که چیزای درست بشنون. از نظر ما اگر هر جنار آدم مد نظر گرفته یک کار پیش کنه، او مثبت از گپش ما بسیار دقیق است. اگر از هر زاویه آدم کار سرش کنه، اگر مسئله یک چیز واضح است، وقتی که مسئله هنر مطرح میشه، خود سورالای امو تادابه اولین در پالیش، اگر آدم او را فیشن میته و او را بسیار زیبا میسازه و مقبول میسازه، به خاطر که کشورهای پیشرفته همی کارا میکنن، او بسیار یک زیبایی خاص را به خود میگیره که ما میتونیم که از او لذت ببریم. ولی گفته متین جان که امو وظیفه اولی است که باید خود آهنگ، ساختار آهنگ، اجرای آهنگ، آواز، اینی مسائل که موسیقی در یک کلام اگر بگویم خلاصه که ما باید اول در قدم اول باید موسیقی را از راه گوش بشنویم، نه از راه چشم.
بله. موسیقی شنیده میشه. نه؟ موسیقی شنیده میشه. باید ما اول اگر یک آهنگ بسیار زیباست شما پیش از اینکه در تلویزیون ببینین شما باید از راه گوش بشنوین اگر براتون خوشایند است یا نیست. به خاطر تصویر ما میتونیم که یک فیلم مستند ببینیم که طبیعت بسیار زیبا را نشان میده. یا رقص خودش یک از جمله هنرهای بسیار بسیار بزرگ با عظمت افغانه است. ما میتونیم بسیار پارچه رقص مقبول ببینیم در اینترنت یا در تلویزیون ببینیم. اما وقتی که ما یک آهنگ میخواهیم بررسی بکنیم، لذت ببریم، کیف بکنیم از یک آهنگ، ما یک آهنگ باید با گوش خود بشنویم نه با چشم خود. بالکل. به خاطر که اگر ما شما در ممالک غربی هم ببینیم، مثلا سونو نگم بهترین انترتینر است، بسیار جس حرکات خوب داره در استیج خود. ما شما هزارها افغان ما نام خدا میرن در کنسرت هایشان. یا ترکان یک هنرمند بسیار موفق ترکیه است، بسیار حرکات موزون داره، مقبول داره، انترتینمنت داره، شو داره. اما این کسایی هستند که 20 سال زحمت کشیدن سر آواز خود، اول زحمت کشتن سر آواز خود، سر هنر خود. بعد از اون باز فیشن و درشن و هنر اصلا نمی هست. متاسفانه آره بسیاری هم میان کنسرت میتن یا میخوانند بازم میکن. ما وقت زیاد دارم ستیج آخری را فقط سرش کار کردن خلاص. اون مشکل است نی؟ شما ببینین تیار کردن آواز مثلا رساندن خود را سر سواد ادبیاتتان کار کنین، سر سواد موسیقی کار کردن، سر آواز کار کردن، سر اجرا کار کردن، انتخاب شعر، سب بلاخره همه پروسه را شما ببینین چقدر مشکل است. اما انترتینمنت چقدر آسان است اگر از دیگه زاویه ببینید. یک چند کسی باشه که رقص بکنه، یک چند لایت بسیار مقبول باشه، یک چند پرده و یک چند جالی بسیار مقبول باید باشه و کارهای دکوریشن باشه. این چقدر ساده است اما در پشت سر از اون موضوع دیگه ده ها سال ریاضت کار است. کدامش آسان تر است؟ واضح کی آسان تر است. اما اینجا باز رول شنونده های ما میشه که اونا باید در این موضوع حساس باشن، دقیق باشن، ببینن که بدون هنر این مسئله دیگه هیچ ارزش نداره. به تنهایی خود هیچ کس به خاطر دکوریشن کنسرت نمیره. بله. هیچ کس به خاطر رقص دو نفر به کنسرت نمیره. هر کس میگه من به کنسرت فلان آوازخوان میرم که آوازخوان هم رای ارکستر خود جمعه و برای من موسیقی اجرا میکنه که من لذت ببرم، من شعر بشنوم، من موسیقی بشنوم، من موسیقی وطنی خود بشنوم، کیف بکنم. اگر این درست نباشه او گپای دیگه همگیش ده حاشیه است، کلش موضوعات فرعی است، موضوع اصلی است. او کمال منیجر است، منیجمنت است که چه قسم یک استیج انتخاب میکنه، چه قسم یک دکوریشن میباشه، کی رقص میکنه سر از استیج، کی دکوریت میکنه، همه چیزهای بادپکا و لایت های بسیار مقبول و این چیزها بسیار خوب است، ایر کاندیشن و همه چیز که همه هم چیخه کمبود شما شما اینجا احساس میکنه بسیار گرمه. مگر باید هم خودم هنرمند هم یعنی شایستگی از این داشته باشه که همون مردم های پروفیشنال هم روش کار میکنه. دیگه چیزا به نظر ما باید در تلویزیون ها گفته شود. هنرمند هایی که صاحب نام هستن، هنرمند هایی که در بین ما شو هستن و خدا هنرمند های خوب هستن همشان، اینا باید کلشان بگوین، به خاطر از اینکه بعض هم وطن های ما از این موضوع خدر درست آگاه هم نیستن. و به نظر من وطن ها خودشان کلانترین رول بازی کنن. هر گفته شد اما قدر بهتر است. ترک گفته شد باید که فرمت وطنی. بله. یک چیز دیگه، چقدر تغییر دیگه آمده در هنر و موسیقی از نظر مردم؟ یعنی سابق چی رنگ میدیدن هنرمند و کدام نظر و آل چطور؟ مثبتش تشویق خیر سردوش تشویقشان چی رقم بود؟ چقدر رول داره همیگه به هنرمند ها؟ من فکر میکنم که تغییر بسیار اساسی یک چهار پنج دهه پیشتر صورت گرفت. زمانی که مثلا در افغانستان، خب اگر از او هم پیشتر بریم در تاریخ، خب یک زمانی بود که اصلا موسیقی، آواز خواندن، نواختن یک آلی موسیقی شرم پنداشته می شد در بسیاری از خانواده هایی که مثلا با رسوخ بودن، با نام و با نشان بودن. اما کسایی بودن که به عظمت موسیقی پی بردن، به تقدس موسیقی پی بردن و اینا فهمیدن که نه، یکی چیز است که ما می پنداریم، یک برداشت است که ما داریم، یکی خود اصل گپ است. متوجه هستین؟ این نامهایی که مردم ماندن به نامهای عجیب و غریب یاد میکنن یا او را شرم میپندارن یا هر نام منفی که سر از او میمانن، این یک طرف موضوع است. این بستگی به سطح جهانبینی و سطح برداشت و سطح دانش و تفکر یک انسان داره که او چی میگه. شاید اینمی آفتاب به همی گرمی و به همی بزرگی و به همی زیبایی، شاید یک کسی باشه که چشمش ضعیف باشه و بگه که این چی رقم چراغ است. در ذات آفتاب هیچ تغییر نمیه. ای نشان میده که چشم از یادم چقدر دیدش کم است. متوجه هستین؟ این حال موسیقی خودش اگه نره بسیار با عظمت و بسیار پاک و مقدس است. از اون خاطر کسایی که این موضوع رو پی بردند، فکر میکنم از 100 سال پیش، 80 سال پیش آیسته آیسته ای پروسه آغاز شد. از خانواده هایی که با خانواده شان نزدیک بودن، از خانواده بسیار با نام و با نفوذ و با رسوخ،
فرزندایشان استاد جلیل احمد زلاند روانشان شاد باشه، مثلا میرزا نظر، مثلا میرون پروین، امثال از اینا. اینا آغازگر راهی بودن که باز ظاهر ویدا پایمان، باز احمد ظاهر پایمان، باز مثلا احمد علی جان پایماندن، باز امیده قمه آیستا آیستا تا که به نسل بعدی شان و بعد بعدی و تا که بالاخره عالم ما. من فکر میکنم که مشکل وقت ترین وقت همون اوائل بود و باز بالاخره دمی دهه مثلا 40 و 50 خورشیدی که گروه آماتورا مبرای و احمد ظاهر و ظاهر ویدا و احمد علی جان اینا رشد میکنن مبرای اینی دوره است. این دوره است که کار بر ما آسان ساخت. ولی او یک طبقه که بسیار زیاد متحجر و بسیار زیاد واپسگرا هستن، اونا خو امو زمان هم مخالف بودن، آله هم مخالف هستن، 2000 سال دیگه هم تیر شد اونا هنوز هم مخالف هستن. ولی سر از او باید توجه نشوه، اونا را به حالشان میگذاریم. اصل گپ ای است که تغییر در این عرصه تغییر بسیار زیاد من نمیبینم. من فکر میکنم اونو فضایی که 30 سال 40 سال پیش حاکم بود اون فضا حالی هم هست. از اون لحاظ اگر ببینیم کار اساسی او وقت شد. از شما چطور گپ هست؟ بعد از او آهنگ جدیدتان که بود دیگه چی کارهایی دیگه سر دستور؟ آخرین آهنگ ما که اجرا در مارکت عرضه شد یک آهنگ پشتو بود که خوشبختانه دوست عزیزم محمد پرویز جان مثل همیشه باز هم لطف کردن. بله در عرصه هنر همیشه ممنونشان هستم. برای ما پارچه را کمپوز کردن به نام توبه توبه که دوستا همش با اینا ماشنا هستن. تشکر زنده باشین. از طریق تلویزیون ها بخصوص از تلویزیون جهانی سرود همیشه نشر میشه و در این شب روزا هم میبینم که نشر میشه. شعرش کلیوالی هست که امو آهنگ آخرین آهنگ که عرضه شد امو بود. ضمناً سه یا چهار پارچه آهنگ دیگه هم بله ها زیر کار دارم که یکی از اون پارچه ها خب بالکل موسیقیش هم ثبت شده پیش خاله جان کیان. باز هم پرویز جان بزرگ او را کمپوز ساختن. شعر از قهار آسی است، مرحوم قهار آسی است که انشالله که در آینده بسیار نزدیک ویدیو از او را ختم میکنیم و شوت میکنیم. در بازم یکی دو پارچه دیگه است که زیادتر در جزئیات از او گفته نمیتونم چون که آهنگ درست شده ولی مثلا موفق نشدیم که موسیقیش بالکل یعنی فاینال بسازم یا بفهم که چطور میشه. دیگه سر از جزئیات و آهنگ زیاد گفته نمیتونم ولی امیدواری داده میتونم برای علاقه مندایم و برای بیننده عزیز که میشه زمزمه با خدا میشه زمزمه کنم چرا نه هزار دفعه. از خیلی از کمپوز پرویز جان شروع میکنم چون که آهنگ است که من میفهمم که در بسیار آینده نزدیک به نشر میرسه. آهنگ بسیار مقبول است که من بسیار دوستش دارم. نشاد که گرد دامان تو باشم، شهید لطف چشمان تو باشم. نشد که مثل یک برگ گل سرخ شب را در گریبان تو باشم، شب را در گریبان تو باشم. منتظر هستیم سر آهنگ. آهنگ رومانتیک است، آهنگ بسیار مقبول است. کانوشکا جان خودت چرت چپ هستی؟ نظر خودت چی است در باره از این مسائل؟ راستی هم نظر خودت یک تشریح کوتاه همین کل میگه پایی که ما تا حال گفتیم. کانوشکا جان کشه گوش کنه نظر ما نظر خود دمیم گوش میکنم چون در حالت استم که نوست فیلن شما رو مثلا پیشرفت نکردیم میخواهشم خدا قسمه که گفتم بسیار آواز مقبول داره کنشکا جان، بسیار استعداد داره. از محبتتان یک جا ممنون.
دیگه نظریات هر کس بساب بساب قبول پذیر است دیگه فرق میکنه و فعلا بله هر کس نظریات خود رو داره اما که دیده مکنیم شما هم نظر هستیم شکر است خود چطور یک ویدیو کلیپ دارید اول که ما دیدیم یک غزل بود بله بله یک غزل بساب کمپوز اصلش از اندی بود اما یک ریمیک ساختیم که یک نغمش بسلا نو افراد و بساب یک شافرد گفته شد و داخلش یک سرگم شد دیگه او ویدیو کلیپ هم توسط ولیزاده پیکچرز که واقعا موفق هستن تهیه شد و هم نشر شده در چنین تلویزیون هم در تلویزیون ایرانا دیگه آهنگ غزل بود دیگه فعلا دیگه خیر باشه نه دیگه چی دیگه چی سردست است یک آهنگ دو آهنگ به خیر سردست است که یکیش یک آهنگ ریمیکس پاپ است که شعرش از حضرت مولانا بزرگ است که بسیار یک کمپوزیشن جالب به خود گرفته و به خیر و امسال شاید ریلیز شود به خواست خداوند و یک آهنگ غزل است که در حدود یک سال تهیه شده اما باید یگان کار دیگه سر شود کمرای آرزجان نوری است که اونا هم به خیر اگر خواست خداوند باشه آدیوش برسرس هموطنان قرار میگیره بسیار خوب منتظر هستیم اما یک آهنگتون که چند دفعه نشر شد و من خودم چند دفعه در پیج فیسبوک خودم انداختم زیاد کلگی زیاد پرسان کردن که چرا همین یک آهنگ داره چی وقت دیگه یک آهنگ دیگه ازش مشنویم کدام کلیپ دیگه برای اینا رو میتونیم که بگیم که بزودی بخیر بزودی انشاءالله منتظر هستیم نشر که باز یک دفعه رفت دیگه پیدایی نکنیم و هموطنان عزیز مثل که پیشتر کلگی شاهد بودن تمام هنرمندان نازنین کنشکا جان بسیار تشویق کردن به این که با ذوق آغاز کرده و خودم آغاز هنری خوده با یک پارچه بسیار گرنگ و بسیار مقبول اول آموختن قسمت خودت گفتی شما هم یک پروسسی بوده که اول آموختن و از این بعد هم میاموزن بخیر انشاءالله دیگه اینمی خودش کلان گپ است یعنی تمام جوان ها که آغاز میکنن با یک پارچه خوب آغاز کردن بسیار کلان گپ است خب بسیار خوب میبینیم که شما چی توفا دارین گپ زیاد زدیم روز عید هم هست چطور؟ یکان زمزمه، یکان فکایی، یکان چیزهای جالب هم بگیم خود زمزمه کی میکنن فکایی کی میگن خودت فکایی بگو ولی من فکایی زیاد از دوستا زیاد میشنوادم چند وقت پیش در امریکا یکی از پرفورمنس هایم بود اون نمایی موسیقی به اصطلاح بود یکی از اوسک فکایی بسیار جالب گفت خدا کنه که برای هموطنان تکراری نباشه یک آدم بود گفتن بسیار علاقمند همی کازینو و قمار و لاتری و همی چیزایی که از کارهای منفی است یه آدم زیاد علاقمندش بود اجازه نیست اجازه نیست؟ نه خامی کارا اجازه نیست کارای منفی است فکایی من از این خاص دود که نبودی نه فکایی اجازه است فکایی اجازه است و بالاخره امی آدم کل سرمایه خود در لاتری زد گفت من اوتو میکنم که لاتری میخرم تا وقتی که برایم خب بچهش نوجوان بود گفت پدر اگه امی لاتریت برای چی میکنی؟ خب انتظار داشت که چون در افغانستان زندگی میکنم بگه بچه این برای تو آرسی میکنم چیزی که نرمال است خب پدرش طرف سکت گفت بچه این سه چیز یکی گفت پاریس شراب و ایشواری رای اوه چقدر برای خود آماده میسازم برای خود پدر برای خودش خود برای خود گفت دیگه بچه ایش طرف سعی کرد خواه دود کرد یه لاتری را گفت پدر اگه همین نبرای برای چی میکنی بخاطر از دید که برای خودش چیز فایده نمیشه گفت بچه ایم سه چیز نسوار با بوید کابل این فکرهی برای من جالب بود شروع میکنیم متین جان خودت شروع کنه کرد خب آهنگ اول پیشتر براتون گفتم آهنگ دختراتی است که شاید بخیر به زودی بشنوین آهنگ دوم که سر دست دارم فعلا آهنگ گلزار عشق است که بازم تصنیف از آهنگ از یوسف صدیقی است یکی از شعرهای بسیار خوب و توانای کشور ما و کمپوزش هم بازم از ریان جان است که بسیار مقبول است کمپوز با استعداد است خوب جور کرده و دوستایی که به اینجا حضور دارن هنرمندای بسیار عزیز ما همیشه ریان جان تشویق کردن و از کارهایشان یاد کردن در جای زمزمه میکنم براتون کوتاه
با گلزار عشقم هوای تو باشد، با گوش دل من صدای تو باشد، با گلزار عشقم هوای تو باشد، با گوش دل من صدای تو باشد. نیاید بهاران اگر تو نیایی، نیاید بهاران اگر تو نیایی، با جانم شراره ادای تو باشد، با گلزار عشقم هوای تو باشد، با گوش دل من صدای تو باشد. ایرا زمزمه کردین، انا رو پیش میریم در اینا لامرای توف آیتون ارمونیا و لامرای کیبورد لامرای کیبورد درست است؟ کپسول میرو بارش نگاه بسیار خوب گفت بس شروع. تو آرام جانم، توی مهربانم، تو در هر نفس میدمی در روانم، تبسم بلاله ارغوانت می شود، تو آرام جانم، توی مهربانم، تو در هر نفس میدمی در روان، تبسم بلاله ارغوانت میشود، تبسم بلاله ارغوانت میشود. بهاران جانم بایشقت شکوفا، در آغوش گرمت ببارم چوبارم، ستاره با باغ آسمانت میشود، ستاره با باغ آسمانت میشود. در هر سرودم توی، در سجودم تو، مثل هوایی برای وجودم، تو در هر سرودم توی، در سجودم تو، مثل هوایی برای وجودم. تو آرام جانم، توی مهربانم، زش و جوانی بیا تا بخانه، که تا پای هستی عاشق بمانه، ستاره با باغ آسمانت میشود، ستاره با باغ آسمانت میشود، تبسم و لاله ارغوانت میشود، تبسم و لاله ارغوانت میشود.
سنم چی زیبا شدی، چراغ دل ها شدی، سنم چی زیبا شدی، چراغ دل ها شدی، ای زهر که دل میبری، بایش وی سرسری، فدای جانت شو ہے، چی خوش که پیدا شدی، ای زهر که دل میبری، بایش وی سرسری، فدای جانت شو ہے، چی خوش که پیدا شدی، سنم چی زیبا شدی، ای چمن بموئے گل ہا خجل زروئے تو در کمین دل ہا دل ہا درار زوئے اے دل ہا درار زوئے اے یقر چمن بموئے گل ہا خجل زروئے عطر چمن بموئے گل ہا خجل زروئے تو در کمین دل ہا دل ہا درار زوئے اے دل ہا درار دل میں بھرے پیش وے سنسری فدائے جان چھو میں چھ خوش کے پیدا شدی سنم چھ زیبا شدی روزگار خانه ویرانی
هر ورد بهارانی مگر زاده دامان بارانی مگر زاده دامان بارانی مگر دست پر ورد بهارانی مگر دست پر ورد بهارانی مگر ای تو از تلخ و شیرین آمیخته ای تو از تلخ و شیرین آمیخته ای تو از تلخ و شیرین آمیخته لحظه پایان اجرانی مگر لحظه پایان اجرانی مگر دست پر ورد بهارانی مگر دس پر ورد بهارانی مگر زاده دامان بارانی مگر زاده دامان بارانی مگر دس پر ورد بهارانی مگر دس پر ورد بهارانی مگر دس پر ورد بهارانی شکاری رنگ گل اناری لطف نصیب ما کن رنگی نزاری زاری یار رنگی نزاری زاری شکاری رنگ گل اناری رنگی ندل شکاری رنگ گل اناری لطف نصیب ما کن رنگی نزاری زاری یار رنگی نزاری زاری لطف نصیب ما کن رنگی نزاری زاری یار رنگی نزاری زاری زردم جوش بهار ما باش به تو خزان و زردم جوش بهار ما باش جوش بهار ما باش ای رنگی ندل شکاری رنگ گل اناری لطف نصیب ما تو رنگی نزاری زاری یار رنگی نزاری زاری لطف نصیب ما تو رنگی نزاری زاری یار رنگی نزاری زاری تو تکنم گلهارا خدا تو را بیارا تو تکنم گلهارا خدا تو را بیارا تا که تو را ببینو تازه شوم دوبارا تا که تو را ببینو تازه شوم دوبارا تازه شوم دوبارا ای رنگی ندل شکاری رنگ گل اناری لطف نصیب ما تو رنگی نزاری زاری یار رنگی نزاری زاری رنگی ندل شکاری رنگ گل اناری
لطف نصیب ما تو رنگی نزاری زاری یار رنگی نزاری زاری لطف نصیب ما تو رنگی نزاری زاری یار رنگی نزاری زاری دوستای عزیز تحفه ایدی برای همه دوستای ناظرینی که برنامه را تماشا میکنن یک آهنگ تازه است که خودم ساختیم برای شعر بسیار زیبا از شاعر شیرین سخن مژگان جان ساغر که شفا تخلص میکنن و برای امی غزل زیبا این آهنگ ساختیم کاملا نو است هیچ جایی نخوندیم ثبتم نشده برای نخستین بار امی جمعی خانم برای تلویزیون سرود و برای شما دوستا و ناظرینایی که برنامه را تماشا میکنید توفی ایدی برای شما تقدیم میکنم امیدوار هستم که همه شما از داره خوشتان به و اولین بار است البته که اجرا میکنیم آمادگی قبلی هم نداریم کمی آکاستی را میبخشیم Come on.
ترک نابود به بنیاد می سازد مرا آشوب بگی را در دلم چاهی دهد آشوب بگی را در دلم چاهی دهد با بانای همه ناشاد می سازد مرا با بانای همه ناشاد می سازد مرا که برای همه شما آشنا است. آهنگ بسیار مشهور از فیلم آواره که فکر میکنم کمتر برنامه و مجلس خوشی است از خانه ما شما هست که آهنگ دیش نباشه و به فارسی هم چندین بار خوانده شده تاستون ارمنده های مختلف اما این نخستین بار که این فیلم در هندوستان و بازار عرضه شد در افغانستان روانشاد استاد بزرگوار رحیم بخش اینا به شعر فارسی بر اولین بار خواندن باز بعد از او 40-50 سالی که گذشت هنرمندای مختلفی را خواندن اما همی به شکلی که خود استاد خوانده بود نسبتاً فراموش شده بود ما به همون شکلی که استاد خواندن و اون رقم بر شما میخوانم کوشش میکنم که به همون شیوه گونا خواندن بخوانمش در ضمن یگان جای کم و بیش در ساختار آهنگ هم دست دادیم که مطابق به عصر و زمان امروز باشه امیدوار هستم که خوشتان بیاید گر با بالینم دمی آیی گر با بالینم دمی آیی Oh,
رو رویت زیبا در گل رنگ است، گلبت را زنام میننگ است. من ندانم تو را چی آهنگ است، جنگی تو سل حاصل تو جنگ است، جنگی تو سل حاصل تو جنگ است. من با قربانت این چی نیرنگ است، من با قربانت این چی نیرنگ است. حال دل جاربم با کی گویا، با کی گویا، با کی گویا، با کی گویا. حال دل نم پرواز جانم، جانم ای بهتری نم پرواز جانم، ای نازنی نم تا بودتوانم، ای نازنی نم تا بودتوانم. لحظه به گرش گرمانم، لحظه به گرش گرمانم. عشق بزرگم جان و جهانم، عشق بزرگم جان و جهانم. حال دلم دلم کجا روم، کجا روم، با کی گویم. حال دلم، حال دلم کجا کجا روم، با کی گویم، با کی گویم، با کی گویم، با کی گویم. در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش بر همه عالم زد. چی گرد و باده، چی گرد و باده بسر دمیده ز شور عشق بکو و سرا. گرد و باده، چی گرد و باده بسر دمیدم ز شد عشقت بکو و سرا.
دمیده گل ها دمیده گل ها در این امیده مگر بیابن نشان لیلا مگر بیابن نشان لیلا نظر نداری مگر ز دردم خبر نداری چرا به عالم نظر نداری مگر ز دردم خبر نداری ببین طبیبان ببین طبیبان که درد اجران گرفت درد قرار ما ببین طبیبان که درد اجران گرفت درد قرار ما گرفت درد قرار ما با غیری از یار هنر ندارم بکن خدا را زمی روانی با غیری از یار هنر ندارم بکن خدا را زمی روانی بکن خدا را زمی روانی شفاعت ما شفاعت ما ای محمد بروز محشر با نزد مولا شفاعت ما شفاعت ما ای محمد بروز محشر با نزد مولا 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 عزیز ای بود برنامه ویژه امشب ما با هنرمندای محبوب ما خدا کنه که خوش گذشته باشه و ما بازم ازشون تشکری میکنم که آمدن در اینجا زحمت کشیدن از بسیار راه دور دعوت ما را پذیرفتن و آهنگای زیبای اجرا کردن یک تشکری خاص از عیسی جان رفیق پور از آریانا فستیوال میکنم که شرایط به ما میسر ساختن که ما توانستیم در ایزال و مقبولشان بیاییم و گرده هم جمع شویم ایده تجلیل کنیم و واقعا زال بسیار مقبول دارن غذای لذیذ دارن و قیمت های مناسب که شما میتونین در اینجا محفلای خوشیتان تجلیل کنین و دیگه بازم تشکری میکنم از امگی شما که آمدین از نوازندهای عزیز ما پروی جان شما کدام ما میخواستم که شما از سالون و از دوستایی که فیلم برداری کردن یک چیزی یادم رفت میبخشین از دوستایی که فیلم برداری کردن تیم و کمره ما راشد جان ولی زاده
از ولی زاده پکچر که بسیار بسیار زحمت کشیدن، همیل در پشت کمره هستن که خودشان دیده نمیشن، مگم یک تشکری خاص هستن میکنم. دو سه روز است که مصروف است، دو روز است که کار کرد. تشکر بسیار زیاد. خب بفرمایید. و از جوانای بسیار نازنینی که امشب در قسمت نواختن آلات و موسیقی ما را همکاری کردن، ریحان جان عثمانی در نواختن کیبورد با پنجه های بسیار مقبول طلاییش، رامین جان جامی و مصطفی جان عزیز که اینا هر کدام از اینا به استعدادهای بسیار بسیار ویژه هستن و قابل بسیار دوست داشتن. بله. تنها هنرشانی که بچه های بسیار با شخصیت و با تربیت هستن که من خودم شخصا بسیار دوستشان دارم. بسیار تشکر که لطف کردین ما را همراهی کردین و امی استیج آماده ساختین که ما بتانیم که یک دو هنگ اجرا بکنیم. خب تشکر بازم، من از طرف تمام تیم تلویزیون سرود هم از شما تشکر میکنم، از همگی دیگه خدا کنه که خوش گذشته باشه روزای عید و دیگه روزای عید هم به خوشی سپری کنین. برنامه امشب ما در اینجا پایین میرسه تا برنامه های آینده. خداحافظ شما.